همکارم اشکان صفایی از اورشلیم. ما اشکان، کانال 12 اسرائیل همچون که تو خبر داشتیم گزارش داده که جمهوری اسلامی در پی حمله پهپادی به دنبال ترور نتانیاهو بوده. جزئیات حمله پهپادی چی هست؟ درسته آزاده، این شاید اولین بار هست که یک مقام اسرائیلی، حالا در اینجا اسمش رو نبرده کانال 12، و یک مقام اسرائیلی میاد و حکومت ایران رو، جمهوری اسلامی رو مستقیما متهم میکنه که قصد داشته نخست وزیر اسرائیل رو ترور بکنه. باید گفت بعد از اینکه این حمله پهپادی انجام شد، تا الان از صبح امروز تا الان در واقع حزب الله چندین بیانیه داده و مسئولیت حملات مختلفی رو قبول کرده، در اونها اشاره‌ای به نام خانه نتانیاهو خود حزب الله نکرده و به این در واقع حالا شاید به نوعی این شک رو هم برمی‌انگیزه که چرا این مقام اسرائیلی چنین حرفی رو زده. و نباید فراموش کرد که حتی اگر حزب الله خودش این رو در واقع انجام هم داده باشه، این حمله رو به صورت مشخص و هدفش هم خانه نتانیاهو باشه، هستند کسانی و تعدادشون هم کم نیست که در اسرائیل هر اقدامی رو که حزب الله انجام بده نهایتا در واقع از چشم جمهوری اسلامی میبینند، مانند آن چیزی که خب به وزیر نیروی اسرائیل الی کوهن هم دیروز در اون مصاحبه‌ای که با والا نیوز داشته به اون اشاره کرده و گفته که ما در واقع در حال جنگ با بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی هستیم، و بعدش تاکید کرده اما سر مار در تهران. الی کوهن، حالا ما امروز داریم میگیم که یک مقام اسرائیلی گفته که جمهوری اسلامی قصد داشت نخست وزیر اسرائیل رو ترور کنه، اما الی کوهن هم دیروز در صحبت‌هایی که داشته در همین مصاحبه میاد و میگه که هیچ تأسیساتی در ایران، چه تأسیسات نظامی و چه تأسیسات زیربنایی و هیچ فردی در ایران، هیچ کدام از مقامات جمهوری اسلامی، حالا اگر بخوایم به این شکل بگیم، از حمله انتقامی جمهوری اسلامی در امان نخواهد بود. حالا باید دید که این حمله‌ای که امروز شده به خانه نتانیاهو، اگرچه تلفاتی نداشته، نتانیاهو خودش هم در اون خونه‌ای که در قیصریه داره نبوده، ما نمیدونیم که آیا در خونه دیگرش در اورشلیم بوده یا جای دیگر، اما در هر صورت آیا این حمله چه تأثیری میتونه بر ادامه روند جنگ بذاره؟ از یک طرف در خود لبنان ما میدونیم که از صبح امروز حملات شدیدی رو ارتش اسرائیل داشته، از جنوب لبنان منطقه سور گرفته تا اون طرف در شرق لبنان هم گزارش‌هایی میاد از اینکه از جمله در مرز لبنان و سوریه اسرائیل حملاتی رو داشته، و البته یک حمله هدفمند هم در شمال بیروت به یک خودرو انجام شده، و از اون طرف بر واکنش اسرائیل به حمله موشکی دو سه هفته پیش جمهوری اسلامی، آیا میتونه به حمله ای رو که در روزهای گذشته برخی رسانه ها میگفتن احتمالاً شدتش کمتر از اون چیزی خواهد بود که در روزهای اول گفته میشد و تأسیسات اتمی یا نفتی هدف نخواهد بود، رو اون رو میتونه تغییر بده و باعث بشه که اسرائیل حمله ای رو علیه اون اهداف بکنه یا افرادی از مقامات جمهوری اسلامی، یا نه این رو به نظرم ما در روزهای آینده شاهدش خواهیم بود. خب ممنونم از تو همکارم اشکان صفایی، با هم صحبت میکردیم، تصاویر زنده هم میدیدیم از مرز اسرائیل و لبنان. ممنونم با اشکان.